کامران متین استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از بریتانیا برایتون همراه ما هستند. آقای متین خوش آمدین. طرف اسرائیلی میگه که به اهداف مورد نظرش در این حمله رسیده، از طرفی در ایران این عملیات اشتباه محاسباتی اسرائیل خونده میشه. این گفته ها رو چطور میشه ارزیابی کرد؟ تحلیل شما از این گفته ها چه هست؟ بله، خب این تحلیل این گفته ها بیشتر به این مربوطه که اون محاسبه اسرائیل که خامنه ای میگه غلطه دقیقا از نظر اونها چه باشه. اگر منظورشون این هست که در واقع اسرائیل فکر میکنه که ایران پاسخ نخواهد داد، ظاهرا منظور خامنه ای از این حرف اینه که خب ما در موقع مناسب حالا به زعم خودشون پاسخ خواهیم داد. ولی یک حالت دیگه هم این هست که خامنه ای میخواد بگه که اسرائیل میخواد ما رو وادار به حرکتی بکنه که جنگ رو وسیع‌تر بکنه و آمریکا رو وارد به اصطلاح معرکه بکنه و ما به اصطلاح وارد این بازی نمیشیم و محاسبه اسرائیل از این لحاظ غلطه. تا الان چیزایی که ما میشنویم از رهبران جمهور اسلامی این هست که اونها در واقع اصل حق تلافی رو میخوان محفوظ نگه بدارن، ولی به نظر نمیرسه بخوان که جواب بدن در زمان کوتاه آینده و به احتمال زیاد منتظر میمونن تا بعد از انتخابات آمریکا که این کارو بکنن. پس جناب متین، با توجه به واکنش ها در ایران و صحبت های علی خامنه ای، چقدر واکنش از طرف ایران نسبت به این حمله رو شما محتمل میدونید؟ من فکر میکنم که به دو چیز بستگی داره. یکیش همین مسئله انتخابات آمریکا هست که اشاره کردم گذرا، و اون به این دلیل که خب جمهور اسلامی به نفعش هست که دموکرات‌ها پیروز بشن. جمهور اسلامی به خاطر تحریم‌ها، وضعیت بحرانی اقتصادی در ایران و احتمال شورش‌های اجتماعی که این وضعیت اقتصادی فجیع در پی داره، میخواد که مسئله هسته ایران رو دوباره به نوعی به توافق برسن و حتی خود انتخاب پزشکیان از سوی، یعنی اجازه این که پزشکیان وارد انتخابات بشه و پیروز بشه، بخشن به دلیل حراس از این وضعیت انفجارآمیز فعلی در ایران هست. به این دلیل یک حمله، یک جواب به اصطلاح فوری به اسرائیل ممکن هست شانس انتخاباتی حریص رو کمتر بکنه. به این دلیل من فکر نمی‌کنم تا قبل از انتخابات اگر ایران بخواهد هم که جواب بده این کارو بکنه. مسئله دیگه مسئله آتش‌بس در غزه هست که ما یه تحرکاتی رو در یکی دو روز اخیر دیدیم. رئیس موساد به قطر سفر کرده، یک سری مقامات آمریکایی دارن میرن به قطر، و اگر این مذاکرات به آزادی گروگان‌ها و آتش‌بس منجر بشه، احتمالاً جمهور اسلامی اصولاً از پاسخ حتی ممکنه صرف نظر بکنه و ادعا بکنه که حرکات ایران و موشکایی که پرتاب کرده، همه اینها باعث شده که اسرائیل در مورد آتش بس عقب نشینی بکنه و این رو به عنوان در واقع یک پیروزی برای خودش محسوب بکنه. بله، سپاس از شما کامران متین، استاد روابط بین الملل که از برایتون همراه ما بودید.